روز بخیر هواداران فوتبال، میدان تیجی باز در علاقه از این معنی آن را دارد که حال شما را خبرهای گرم و جالب انتظار است. ولی از خبرها دیده هوا در دوشنبه گرمتر است. امروز گرمی 43 درجه. خلاص حالا که از گرمی اسوش نرفتیم، توپ خبرهای فوتبالی برای شما آماده نمودیم. لایک ماندن و آبونه شدن در کانال رو فراموش نکنید. ما باشیم آغاز میکنیم. ولی پیش از سر کردن میخوایم دانش فوتبالی شما رو بسنجیم. در کامنتری نویسید که این صورت از کدام بازی است. نیم حمایتگری باواریا میونخن جامول موسیالا دقت منچستر سیتی را جلب کرده است. شهریو در سیمای جامول در آینده ایواز کننده کوین دبروین را میبینند. طبق اطلاع اینسایدر کریستیان فالک، ترانسفر موسیالا میتواند یا این توبیسون و یا توبیسون سال آینده صورت گیرد. مهم است که بازیگری جوان که در انگلیا کلون شده است همیشه آرزو داشت در پرمیر لیگ بازی کند. خواهش او به کشور برگشتن که در آنجا کریر فوتبال بازیاش را آغاز کرده است میتواند در قبول قرار او نقش مهم داشته باشد. شرطنامه موسیالا 21 ساله با باواریا تا تابستان سال 2026 عمل میکند که این ترانسفر رو مشکل و گران میکند. اما منچستر سیتی به همه کار آماده است تا ستاره جوان رو به دست آورد. در پس منظر این شرطنامه کوین دبروین با شهریو سال آینده به انجام میرسد و احتمال ترک بازیگر بلژیکی توجه دسته رو به موسیالا بیشتر میکند. ولی این ترانسفر دو پهلو دارد. از یک طرف ترانسفری موسیالا به منچستر سیتی میتواند یکی از مهمترین گزارش های سالهای اخیر شود. او نه تنها قوه حمله دسته رو پرقوت میکند، بلکه جوانی و نیرو رو به بازی اونو زم مینماید. اما از طرف دیگر سوال به میان میآید، آیا موسیالا میتواند دبروین رو پورا عوض کند؟ بازیگر بلژیکی محرک اساسی دسته گواردیولا است و در صورت رفتن او منچستر سیتی بازیگری را که در هر بازی پاسهای گلوار میدهد و لحظه خطرناک ایجاد میکند از دست میدهد. دبروین بازیگری کلیدی در کارهای حملوی منچستر سیتی است و نبودن او میتواند به نتیجه دسته تاثیر جدی رساند. عوض کردن چنین بازیگر مشکل خواهد بود و ما امید داریم که موسیالا از اودای این وظیفه میبراید. موسم نو در اروپا به نزدیکی سر می شود و دستو علاقه به آن با بازی های دوستانه و سنجشی همه طرفه آمادگی می بینند. بنابراین تماشای رقابت های فوتبالی رو همراه با یک ایکس می توانید جالب تر کنید. در آید رگیستراسیه کنید و با استفاده پرمکود میدان در اولین حساب پرکنی تا 8000 سومونی بونوس به دست آورید. معلومات ضروری در کامنتاریا. به همه موفقیت. گزارش کیلیان مباپه رو به ریال مادرید جمعه فوتبالی نه کمتر از 3 سال انتظار شد. پس از همه حادثه و خبر و آوازها این تابستان حملگر فرانسوی نهایت به دسته شانه گزارش نمود. سپس موضوع اساسی نمایش کیلیان مباپه بود. نشریه ورزشی هر گونه معلومات های جالب را نشر میکردند و اطراف این موضوع وایما خیلی کلان بودند. از جمله گفته میشد که از روی شماره مخلصان نمایش مباپه باید رکورد مراسم معرفی رونالدو را شکند. سال 2009 وقتی پرتغالی به ریال آمد با نمایش او 85000 نفر مخلصان آمده بودند. ولی با وجود همه این وایما با نمایش کیلیان تنها 81000 نفر تشریف آوردند. یعنی آن نتوانست از مراسم معرفی رونالدو بهتر باشد. وابسته به این پرتال 442 ردمندی 10 بهترین نمایش فوتبالی را ترتیب داد که البته جای اول نمایش رونالدو است. مباپه باشد تنها در زینه دویم. موقع سیم را نمایش دیگو مارادونا اشغال کرد وقتی او سال 1964 به ناپلی گزارش کرده بود. مراسم معرفی ابراهیموویچ باعث بازیگر بارسلونا در سال 2009 در جای چهارم است. جای پنجم را کریم بنزما و نمایش او به صفت بازیگر آل ایتیاد کسب نمود. لواندوسکی و گزارش او با بارسلونا در سال 2022 در زینه ششم. هفتم نیمار و نمایش او به صفت بازیگر بارسلونا در سال 2013. نمایش کاکا در ریال در سال 2009 در زینه هشتم. موقع نهم را تیاگو سیلوا و نمایش او در فلومیننسه در سال 2024 اشغال کرد. آن نمایش به خاطر گزارش مسی به اینتر میامی در سال 2023 باشد تنها در زینه دهم. خیلی عجیب است که چرا نمایش دیبالا باعث بازیگر روما به این دهگانه دخیل نشد. از روی شماره مخلصان هم اگر آن بهترین نباشد، ولی به فکر من از روی زیبایی باید در جای اول باشد. دوستان، برای شما نمایش کدام بازیگر خاطرمان است؟ حتما در کامنتاریا نویسید. در بارسلونا باز مشکلی. پس از آمدن هانسی فلیک تغییرات در هیئت پیشگویی شونده بودند. از این خاطر بعضی از دست میروند و به جای آنها بازیگرانی نو میآیند. ولی نه تنها خریداری بازیگران مشکل است، خیر و خوش با فوتبال بازان هم کاری هزل و شوخی نیست، خصوصا اگر آنها چندین سال اینجا بازی کرده باشند.
ё худагар капитани даста бошанд. Суханоиди нимҳимоятгар Серже Роберто меравад. Сармураббӣ Барселона Ханси Флик дар нишасти матбуоти ӯиди ӯ чунин гуфт. Айни ҳол Серже Роберто бозингари Барселона нест. Агар дар асоси факт гап занем, пас дар ҳақиқат дар ҳоли ҳозир Роберто футболбози каталониён нест, зеро шартномааш 30 июн ба анҷом расид. Вале бо вуҷуди ин, тарафҳо метавонанд шартномаро тамдид кунанд. Нашрияи Diario AS хабар дода буд, ки директори варзиши Барса Деку ҳафтаи гузашта бо агенти бозингар вохӯрда буд ва ба ӯ гуфт, ки Роберто метавонад дар даста боқӣ монад, вале танҳо бо шартҳои муайян. Бинобар ин, суханои Флик оиди он, ки Роберто бозингари Барселона нест, футболбозро ба ғазаб оварданд. Дар ин мора нашрияи Барса Юниверсал хабар медиҳад. Серже изҳори норозигии худро ба роҳбарият баён намуд. Онҳо дар ҷавоб гуфтанд, Флик нияти бад надошт ва аз сабаби хуб надонистани забони испанӣ фикри худро нодуруст баён кард. Хулас, ҳамагӣ пас аз ду моҳи корӣ Флик аллакай бо мушкилӣ рӯбарӯ шуд. Собиқ футболбози Барселона ва мунтахаби Россия Игорь Корнеев чунин мешуморад, ки Флик дурударос дар Барса боқӣ нахоҳад монд. Фикр мекунам, ки Флик дар Барса дурударос тоқат кардан наметавонад. Аз аввалин рӯз дар Испания фишор хело зиёд аст. Дар ин даста аллакай пас аз якум бохт оиди кризис гап мезананд. Ман то ҳол ҳайронам, ки барои чӣ Хавиро аз даста пеш карданд, зеро маҳз ӯ Барсаро аз шармандагиҳо наҷот дода буд, гуфт Корнеев. Дӯстон, дар комментария нависед, ки оё ба ҷои Хави таъин кардани Флик қарори дуруст буд ё инки не. Ҷолиб хоҳад буд фикрҳои шуморо дар ин бора хондан. Бо ҳамин тамом, дӯстон, бо шумо буд канали Майдон Тиҷӣ ва ман Берӯз Артиков. Хайр то барномаҳои дигар. Муваффақу пирӯз бошед.